به نام پروردگار هدایت کننده به راه راست. سلام. کسانی که خود باوری ندارن دائما از دیگران اطاعت میکنن. اطاعت کورکورانه نشون دهنده اینه که ما برای خودمون ارزشی قائل نیستیم و فقط طرز تفکر دیگرانی که برای ما اهمیت داره، در حالی که این افکار میتونن همیشه درست نباشن. این مسابقه بستر مناسبیه برای تقویت خود باوری. به مسابقه شهروند و مافیا خوش اومدید. آقایون سلام، خیلی خوشحالم که مجدد میبینمتون. آقایون داورا، احوالتون چطوره؟ عالی، بسیار. همه چی رو به راه؟ خدا رو شکر. بینندگان عزیز، مرحله یک هشتم نهایی از فصل پنجم دور معارفه، 15 ثانیه صحبت میکنیم بدون چالش. شماره یک بفرمایید. به نام خدا. سلام دوستان، امید بازی دونم. خوشحالم که یک بار دیگه در جمع حرفه یا بازی میکنم. نفر اول بودن خیلی سخته. من ترجیح میدم اتهامی نزنم، ولی واسه اینکه منو نگیری تارگت بار اتهام بارون کنید، شماره 8 و شماره 4 دو اتهام به بنده هستن. به چرخ لطف بفرمایید. به نام خدا، سید علی حسینی هستم از شهر گرگان. اتهام منم مثل شماره 1، شماره 4 و شماره 8 و همینطور شماره 10. الهی و امید تو. امیر هستم از تهران. ببین من نفهمیدم چی شد، میگه اتهام نمیزنم، بعد اتهام میزنی به دو نفر، نمیدونم چی شد. به شماره 5 من اتهام میزنم. آقای بابک شما هم دو اتهام من هستی. شماره 9 هم همینطور. بچرخه ببینیم چی میشه ان شاء الله. بفرمایید. بانم یاد خدا. سلام دوستان، محمد حسین هستم. آقای شماره 1 برای بنده مافیاس توضیح میده اتهامش رو. بنده حمایت میکنم آقای سینا بابک رو. بفرمایید. سلام دوستان، مسعودم از تهران. خوشحالم که میتون بازی میکنم. زنگ میزنم با آقای شماره 4 که آقای شماره 1 رو هدف میزنم، آقای شماره 1 هدف، آقای شماره 3 رو هم بنده هدف میزنم که حرفشون رو شنیدم. آقای شماره 3، آقای شماره 1 اگر هدف نمیزد شما بهش میگفتی که مافیا. اگر هدف زده میگی حالا من نفهمیدم چرا گفتی هدف نمیزنی ولی هدف میزنی. از اون سمت شماره 9 بفرمایید. سلام دوستان، باعث افتخار باهاتون بازی میکنم. بابک هستم، متولد تبریز، از بوشهر در خدمتتونم. بنده اتهام میزنم به شماره 3، به خود شماره 5 و شماره 9. بچرخ. بفرمایید. خب سلام دوستان، خوشحالم دوباره باهاتون بازی میکنم. مافیای امروز من فکر میکنم آقای شماره 2، آقای شماره 3، آقای شماره 4، آقای شماره 10 هم یه نیم نگاهی بهش دارم، ولی رو شماره 3 و 2 و 4 بیشتر است. بچر. به نام خدای بخشنده و مهربان. آقای شماره 4، شما یک اتهام میزنی، دو نفر رو شهر بازی اعلام میکنی و باهاشون میخوای بازی کنی. شما ترسی نداری توی شب اون آقا رو ببینی و این دو نفر رو نبینی؟ آیا شماره 4 یک اتهام. سلام دوستان، محمد هستم، در خدمتتون هم هستم. محمد حسین چیکار داری میکنی؟ محمد حسین چیکار داری میکنی؟ روز یک دو نفر حمایت؟ اتهام اول من شماره 4، آبابکی که شهر تبریز به دنیا اومده و بوشهر بزرگ شده، شماره 6. به نام خدا. سلام دوستان، رامین هستم از تاکستان. خیلی خوشحالم که تو مسابقه شهروند و مافیا دوباره خدمتتون داریم بازی میکنیم. اتهام اول بنده شماره 2 هست. دقیقاً حرفای شماره 1 رو کپی و پیست بارگذاری کرد. دوست از منو چی بگم جای کپی و پیست؟ رونوشت و جایگذاری کرد. رونوشت و جایگذاری کرد. بفرمایید. بفرمایید. رونوشت و جایگذاری منظور شما. آقای بابک چجوری شد؟ اینجوری شد دیگه. نه، تبریز به دنیا اومدی، بوشهر بزرگ شدی، تهران زندگی. من به خاطر کارم بین تهران و بوشهر در رفته آدم، ولی تبریز دنیا اومدم. 8 سالگی به خاطر شغل پدرم نظامی بود رفتم بوشهر. به خاطر شغلم بین بوشهر و تهران خوزستان. خیلی هم عالی. خوشحالم که از همه جای ایران شرکت کننده داریم. صحبت‌های دور معارفه رو شنیدیم. آقایون داورا، نظرتون راجع به این رقابت چیه؟ از پدرام صادقی شروع می‌کنم. به نام تو آغاز میکنم که خدای خیلی خوشحالم که مجددا دارم تو این برنامه میبینمتون. امیدوارم که شهروندای این بازی بتونن با هم یک حلقه شهروندی تشکیل بدن و شهر رو در نهایت پیروز کنن، چون شهروندای تو این بازی قطعا موفق ترن و امتیاز بیشتری میگیرن که به صورت تک نفره بازی نکنن و بتونن ذهنشون رو تطبیق بدن با سایر شهر. ممنونم. متشکرم. پدرام. بله داستانیم. سلام دوستان، خیلی خوشحالم که تو این مرحله میبینم تک تکتون رو. امیدوارم که بازی درخشانی از خودتون نشون بدین و همینطوری تو مراحل بعدی هم شاهد بازی درخشان شماها باشیم و ستاره های این فصل باشین شما.
سینا. به نام خالق زیبایی ها سلام. بنده اولا به عنوان یک آذری آقای شماره 6 رو حمایت کنم. شما حمایت بنده رو از همینجا داری. دو، اینکه حرف پدرام عزیزی بخوام تکمیل کنم، تو طول تاریخ هم اثبات شده کسایی منقرض نشدن که تطبیق بیشتری داشتن، تونستن انطباق بدن و ذهن به روزی داشتن. امیدوارم که شما هم اینطور باشید و لایق صعود به مرحله بالاتر باشید. متشکرم نوید. من حرف سینای عزیز رو اصلاح کنم، کسانی نه موجوداتی مثال دایناسور که بزرگ بودن منقرض شدن و موجودات دیگه ای بودن که تطبیق پذیر بودن زنده موندن. امیدوارم که بازی جذابی داشته باشین، شما لذت ببرید، ما هم همراه با شما لذت ببریم. مسابقه زیست شناسیه. متشکرم ازتون، واقعا لذت بردیم از صحبت های گروه محترم داوری. با اعلام من، شب میشه و شهر به خواب میره. رئیس مافیا از خوابی دارشه. مذاکره کننده مافیای ساده، 10 ثانیه فرصت مشورت. گروه مافیا بخوابن. کارگاه بخوابه. پزشک بخوابه. خبرنگار بخوابه. زره پوش بخوابه. و تکتیر انداز شهرمون، تکتیر انداز بخوابه. با اعلام من، روز میشه و شهر بیدار. نقش‌ها رو دیدیم. برای اینکه بیشتر با شرکت کننده آشنا شیم و مروری بر نقش‌ها داشته باشیم، میریم یه بخشی رو میبینیم و برمیگردیم. یک دور صحبت میکنیم با چالش 25 ثانیه از شماره 1 بفرمایید. خیلی خوب دوستان، همچنان امید بازیتون هستم. دیروز من یه حرفی میزنم، شماره 2 موج منو میگیره، میگه من به همون اتهام میزنم. شما از کجا میدونین اونا اصلا شهروندن توی بازی؟ به شماره 2 امروز باید توی دفاعیه باشی چون حرفت خیلی مشکوک بود. شماره 10 به نظر من اون هم میتونه مشکوک باشه چون حرف تو رو تکرار کرد. شما دو دوست به نظر بنده میتونید مشکوک باشید و من همچنان روی شماره 8 هستم. به چرخه. چالش بفهم هست. خب شما خودت چطور؟ روز معارفه پا میشی به 2 نفر میگی مافیا، بعد در موردش توضیح میدی، میگی اگر من نگم مافیا شما میگی من مافیا، من الان میگم شما مافیا هستی. بفرمی. خب شما یکم عجله نکن با خون سردی. شماره 4 به نظرم مافیایی. تارگت اتهامایی که از اینجا داشتی میخوردی یهو متوقف شد. آره متوقف شد. به شماره 8 رسید، شما اتهامت متوقف شد. شماره 4 مافیاست به نظر من. شما یکم بذار حلقه شهروندی تشکیل بدیم، تون تون اتهام نزنیم به هم دیگه. منم شماره 10 رو به نظرم مافیا نمیبینم. من شما رو فعلا شهروند میبینم، شماره 7 هم فعلا شهروند میبینم، اتهامم شماره 4. برای شما سینا بعد من صحبت کنم. ببین شماره 2 شما میدونی شماره 1 شهرونده؟ این چه حرفیه داری میزنی؟ شماره 1 یه دقیقه کوتاه بیا. میدونی مگه شهرونده؟ ببین شماره 5 شما خیلی استرس داری، اصلا خودتو گم کردی. یه زنم بهت زدم مستقیم برگردوندی به خودم. شما من نمیفهمم، معنی حمایت کردنتو نمیفهمم تو بازی. بچرخ ببینیم چی در میاد ازش. بفهم. خب ببین آقای شماره 2، مگه من شهروند خطاب نکرد؟ اوکیه. من وقتی میگم آقای شماره 1، شما هم باید بگی آقای شماره 1، چون من شما الان من گفتی شهروند. دو تا حالت وجود داره.
یا اینکه شما یار با غیرتشی یا اینکه مافیایی. امروز فقط شماره یک. بفرمایید. چالش. بفرمایید. آقای امید، بنده نگفتم که آقای علی اتهاماش درسته. بنده گفتم آقای علی داره اتهامای شما رو همانند سازی میکنه و میگوید. ببین آقای امید، شما بلند شدی گفتی که آقای علی و آقای رامین جفت توی یه تیمن. الان شما دو نفر توی یه تیم هستی. بفرمایید. آقای شماره دو، شما به بنده میگی مافیا، چون موج از شماره 8 رو من تو معارفه شکست. الله اکبر، مگه همو دیدیم که موج رو من بشکنه؟ ببین فکت دوم برای دوستمون، دلیل دوم برای شماره دو. دلیل اولم که آقای شماره سه گفت. شما کجا میدونی شو شهرونده؟ بعد دوستان اینقدر تو معارفه به من میزنید، فردا نزنید خب بنده میشن مافیا دیگه برای شهر. چالش دوستان بفهمید. آقا ایشون فروپاشی درون کرده، شماره دو رو اصلا من میگم مافیا، ولی ما امروز میذاریمش کنار. ببین شماره یک رو نگاه کن، فروپاشی درون کرده. فقط ببین هر کس که بلند میشه باید بگه شماره یک ها، یعنی یارش هم امروز نگاه میکنه بهش رأی میده. بفهمید. خب ببینید دوستان من، ببین شماره دو میگه شماره یک شهرونده. ببین انقدر پشت هم بازی کردن که شما تیم تو حفظ میکنی که جالبه. ببین شماره یک مافیای بازی، شماره یک مشخص مافیای بازی خالی کرد، کاری باش نمیدونی. شماره سه من استقبال میکنم از زنای شما، میای شماره 6 استقبال میکنم از زنای شما، شماره 8 میتونه مافیا باشه، شماره 9 هم میتونه مافیا باشه. امروز یک میاد تو دفاعیه ها. بچرخه دوستان. چالش نمیخواد کسی. خب ببینید دوستان دیگه، اول اتفاقا من دارم اینجا نگاه میکنم، اینم شماره یک اگه مافیا باشه، شماره دو مافیایی تره برای من. شماره دو بلند شده به شماره یک توصیه میکنه، میگه آروم بازی کن. چرا اینو کسی نمیبینه؟ چرا همه میگن یک؟ آقای سینا یک اومد بالا، بعد به هر دلیلی شهر بود، چیکار باید بکنیم ما؟ نه ببینید اینجوری نمیشه. من اتفاقا اتهامم شماره دوه و میخواهید به یک رأی بدید، ولی من به شماره دو بیشتر مظنونم. ببین لطفاً آقای بابک خان، چالش کسی میخواد دوستان؟ شما صحبت کن بعد من صحبت کن. ببینید من نگفتم شماره یک شهرونده، یک دامی رو میچینی سه نفر برمیدارن. از اینجا به بعد چند نفر گفتن دو مافیاست؟ قطعاً از بین این سه نفر یکیشون مافیاست یا دو نفرشون مافیان، به خصوص آقای شماره چهار. کسی اگه ایشون برای شما مافیا باشه، منی که مدافعش میشم نمیشم مافیا که. فهمیدی؟ بفهم. ببین دوستان آقای بابک، من اصلا کاری با شماره دو ندارم. ما امروز یه نفر رو میتونیم بدیم بیرون، فقط یه نفر. پنج نفر رو که نمیتونیم بدیم بیرون، همه میگید یک و دو. فقط آقای شماره یک به حساب دفتری بقیه هم دو استپ دونه به دونه. آقا نپیچونید بازی، نچرخونید بازی دیگه. امروز ببین نکن اصلا مشخص مافیاست دیگه، خیلی مشخص. لایک و دیسلایک، عدم و تایید و عدم تایید، تایید و عدم تایید زیاد، فروپاشی درون، تار مافیای پرت. آیا شماره سه بفرمایید شما. ممنونم. ببین شماره دو رو الان نمیبینی سینا، این داره منو اذیت میکنه. دو خیلی بیشتر مافیاه. الان پا میشه میگه من شماره یک رو حمایت نکردم، بعد تاش شماره حمایتش میکنه. مگه میشه همچین چیزی؟ آخه شماره دو 20 تا دلیل دارم برای ایشون که ایشون میتونه مافیا باشه. اصلا نمیفهمم بازی شماره دو رو من. بعد یک به خاطر چه باشه؟ استپ به استپ با شهر بازی کنه پله یه نفره که نمیشه. خب ببینید دوستان دقت بکنید، آقای سینا توی چالشش برنگرده میگه میدونم آقای شماره دو مافیاه، ولی فعلا کاری ندارم، فقط آقای شماره یک از بازی بره بیرون. این وقتی شما میدونی مافیاه باید از بازی بره بیرون. آقای شماره دو به قطع مافیا بازیه. سینا جان آقای شماره دو مافیا بودش، بعدش حساب دفتری شما تسلیم. نفر بعد دوستان چالش شماره 5 صحبت. ببینید دوستان، ببین آقای سینا، من جایی که عجیبه، من شب یک رأی یک و دو نمیدم به خاطر اینکه ممکنه شهر صبح شهر بخونه چی میشه. ببین آقای شماره دو شماش میگه من شهروندم، میگه بله شما شک به همینم هم نمیکنی. ببین خب آقای شماره یک آقای شماره دو هر دو توی دفاعی. ببین سینا جان توی هم چالش بود یا نوبت بود، یه حرف خیلی مشکوکی زدی. به شماره دو گفتی یا یار با غیرتشی یا مافیایی، یکم که میگی یا مافیاست، درسته؟ ضبط شده دیگه میبینیم. این همین جمله رو گفت، اگر مافیاست یار با غیرتش میشه مافیا. دو چی بود میگه یا مافیایی؟ خیلی هم داری چالش میگیری، یعنی از اونجا تا اینجا چهار تا چالش گرفتی. بعدی دوستان چالش، بذار شماره دو صحبت کنم، میخوام در موردش صحبت کنم. ببین دوست عزیز، شماره یک شما دو تا اتهام داشتی. اتهامات چی شد؟ الان این نباید اتهاماتو میزدی. شما حتی یادت رفت اتهاماتو بگی؟ نه دو تا اتهاماتو یادت رفت دور اول بگی؟ نه این از شما.
بعد آقای بابک ما قرار کرونا رو شکست دیم و مافیا رو. شما نمیترسی یه وقت شهروندا آلوده بشن؟ نمیترسی؟ پس با امروز واقعا یک خدافظی میکنیم ما. متشکرم. چالش شما باشه. بفرمایید. آقای سینا میبینید چقدر دارم برای توضیح میدن که اشتباهی لپی کردی؟ اشتباهی لپی کردی ضبط شد درست. ولی دقیقاً از همینجا وقتی همه میگن دو مافیاست یعنی یه دارین یکو کاور میکنید حمایت میکنید دیگه. پس از بین این سه نفر قطعا دو تا مافیا هست. حالا خود یکم شاید مافیا باشه. متشکرم. میریم سراغ رأی‌گیری. رأی‌گیری برای امید. علی. امیر. محمد حسین. مسعود. بابک. سینا. شایان. محمد. رامین. خیلی خوب دوستان، مجدد خوشحالم که مادم داخل دفاعیه، هیچ اشکالی هم نداره. ولی آی سینا ببین، یه موجی انداختی روی من. 9 نفر روز یک به من رأی دادن. 9 نفر روز یک. به نظرت من مافیای بازیم که یاروی خودم تو چشم من نگاه میکنن به من رأی میدن؟ هیچ اشکالی نداره دوستان. اگر من رفتم بیرون درخواست اعلام وضعیت کردید خون شهروند، آی سینا باید مسئولیت من رو توی این بازی قبول کنه. ولی شماره 2 از من خیلی مشکوک‌تره توی این بازی. متشکرم. علی بخوام ایشون هم میترسه بگه من مافیام چون پشت دستش یاراش لو رفتن. قطع به یقین من شهروند بازیم. چرا تارگت اتهامای من تو دفاع نیومدن؟ این نکته رو گوش کنید، ایشون گره بازیه. اگه مافیا باشه من نمیام به این راحتی از مافیا دفاع کنم روز یک. ولی اگه شهروند باشه من ازش دفاع کنم من میشم مافیا. پس اگه همه تون میگین ایشون مافیاست بعد ایشون رو رای بدید بره بیرون. این نکته است. من اگه مافیا باشم نمیام از مافیای خودم روز یک دفاع کنم. 3 تا مافیا داریم، 1 شهروند اشتباه کنه من حذف میشم از بازی. متشکرم تو عزیز بیستید. شما به هم حق رای ندارید. رای گیری مجدد برای امید. علی. هر دو سابقه دار به حساب میانید. بفرمایید بشینید. بالا من شب میشه و شهر به خواب میره. گروه مافیا از خواب بیدارشن. 10 ثانیه فرصت مشورت. گروه مافیا بخوابن. کارگاه. کارگاه بخوابه. تک تیرانداز بخوابه. پزشک 2 حق انتخاب. پزشک بخوابه. با اعلام من روز میشه و شهر بیدار. خداحافظی میکنیم با شماره 4. محمد حسین خسته نباشی، ماسکت رو بزن و پشت صحنه همراه باش. متشکرم. یک دور صحبت میکنیم. 25 ثانیه با چاله شماره 10. بفرمایید. آقای امیر، آقای امید چی گفت که ازش اومدی پایین؟ تو دفاعی دوم رأی ندادی، تو دفاعی اول رأی دادی. این 1 2. بعد آقای علی شما یه حرف مشکوک زدی، گفتی اگه این بره بیرون مافیا بشه من میشم شهروند. من نمیتونم از یار خودم دفاع کنم. شاید بخوای ما رو گول بزنی. یه چیز منطقیه. نفر به چالش سینه جان صحبت کن. ببین رفقا، چرا میخواید کارو سخت کنید؟
ببین همیشه میخواید بجنگید بعد بازی کنید، یه ذره بازی کنید بعد بجنگید. ببین آقای شماره یک مافیای بازی، اگر دیروز شهروند بود به جز من شهروند چند نفر دیگه بهش رأی میدادن، مافیا هم بهش رأی میداد بیرون بازی بود، امروز ما رو نگاه نمیکرد اینجوری بهمون بخنده. ببین الان یه دونه شهروند از دست دادیم، پس ما یه قدم عقبیم. امروز هر نه فقط آقای شماره یک دیگه، چقدر استدلال بیارم از شماره یک؟ ببینید دوستان، من فقط میخوام راجع به سینا صحبت کنم. چرا؟ دلیل دارم براش. ببینید از روز یک داره شماره یک امید رو میکوبه. اگر مافیا بود انقدر نمیومد وسط محکم بزنه به امید، اگه امید بره بیرون شهروند خونده بشه میمونه این وسط، پس میتونه شهروند. یعنی نیمچه اعتمادی به سینا داشته باشیم، یه نیمچه اعتمادی، نمیگم 100% شهره، ولی یه نیمچه اعتمادی بهش داشته باشیم. چالش هم برای شما سه بفرمایید. شما ببین من چرا شب اول رأی ندادم؟ حالا شب اول دلایل خودمو دارم که رأی نمیدم، ولی امشب شما میری بیرون، شما رو یک ببین داره میکوبدت، بعد پا میشی برای اون، میدونی سینا شهره، براش داری توضیح میدی، تو دفاعیت برای سینا توضیح میدی، یعنی تو میدونی اون شهره، باید بزنی تو همین دیگه. ببین اساتید دقت بکنید، آیه شماره یک اتهام اول از شماره دو میخوره، میچرخه آیه سینا. آیه سینا بقیه مافیاتون به جز آیه شماره یک کیه؟ ببین سه تا مافیا داخل بازی، آیه شماره دو، آقای سینا و آقای شماره ده، که هر دو عزیز رأی خروج دادن به آقای شماره یک. اگر من داخل بازی نبودم، این سه دوست عزیز مافیاهای بازیتون هستن، آقای سینا، آقای شماره ده و آقای شماره دو. آقای شماره یک بفرمایید. من برای بله. به آقای سینا من نمیخوام دوباره به شما توضیح بدم، چون توضیح دادن من به شما میشه دلیل مافیایی شدن من، ولی چرا شماره 3 داره از من میخواد که من برای شما توضیح بدم؟ الان این حرفش مشکوک تر بود یا من؟ بفهم. شما میدونی من شهروندم، من خودم نمیدونم چی، بعد من مافیام، نمیترسی اون رفت بیرون بعد بیام سراغ تو؟ یار با غیرت. ببین دوستان من گفتم مرتبه داریم توی مافیا، آقای شماره 1 از بقیه مافیا مهمتره، میدیمش بیرون، یه اعلام وضعیت میگیریم، شهروندا توی روز همدیگر رو پیدا میکنن، بعد میریم سراغ ادامه بازی. بازی رو سختش نکنید لطفا. بفرمایید. چالش شماره بفرمایید. آیا شماره 8 چیکار داری میکنی؟ سینا و علی و رامین رو میکوبی، بعد سینا میگه شماره 1 بره بیرون، سریع 60 رو به بالا میگیری؟ ببینید دوستان، آخه اینجوری که نمیشه که. شماره دو حمایت میکنه شماره یک رو توی اون اول صحبتش. آقای سینا، اونایی که میگن آقای سینا داره شماره یک مورد هدف قرار میده، ایشون از روز یک ایشون رو زن خودش اعلام کرده قبل از اینکه بخواد شب بشه. بعد شما نمیبینی که اگه یک رأیش میزه دو رأیش مینیزه؟ جناب دو چی شد از این سه نفر؟ اینا که موجو برداشته بودن. من اصرار شما رو نمیدونم الان که یه شهر رفته بیرون، بعد یکی دیگه بدیم بیرون بعد استعلام بگیریم؟ نه ندارد. چالش دوستان بفرمایید. ببین آقای بابک، در مقابل متوجه شدن مقاومت نکن برادر من. بازی مافیا باید به همدیگه اعتماد کنیم دیگه، اوکیه؟ یعنی من باید به شما اعتماد کنم، شما و همچنین بقیه. کسی رو تو روز دادیم بیرون؟ ندادیم. پس امروز شما با من لطف کن، رأی میدی شماره یک میره بیرون، بعد فردا بیا بگو سینا. بفرمایید. چالشم برای خب ببینید دوستان، ببینید آقای شماره دو، آقای شماره یک که من نمیفهمم مقاومت داره، فهمیدم برای چی هستن، یه جا باید شهر به هم اعتماد کن. آقای شماره دو، شماره چهار زن قطعی شما بود کو؟ ببین شما هم مافیا هستی ها، ولی فعلا با شما کاری نداریم، ولی شما مافیای صد بازی هستی. آقای شماره هشت، خیلی جالبه که شما همچنان با این همه فکت آقای شماره یک و دلیل. هنوز دفاع ده. این همه دلیل دفاع میکنی به چرخ دوستان. ولی شما بعد من صحبت کن. ببین بازی آقای سینا آقای بابک اینقدر مقاومت نکن، در میاد دیگه، ایشون میره بیرون استلام میگیریم، بازی آقای سینا در میاد، کنار آقای سینا نفراتی که با آقای سینا هم در میاد، اگر مافیا باشه بعدا به حال شما آقای بابک و آقای شماره 8، بعدا به حال شما اگر ایشون مافیا باشه، شماره 2 هم که فعلا دارم من هنوز کماکان، ولی ایشون خیلی مافیایی تر میدونه سینا شهرونده 50 بار کوبیده. بفرمایید بگو سینا جان، با تایید آدم تایید من نشون بده 8 مافیا دو چی؟ اگه یک مافیا باشه 8 هم مافیاست. چالش برای من توضیح دادم. ببین ما همه رو که نمیتونیم تو یه روز بدیم بیرون، ما هر روز حق یک رأی داریم. خب
یه دونه رأی داریم. امروز هم کنار آقای شماره کسی نباید بیاد بالا، چون اون شهرونده قطعا میره بالا. مافیا سعی میکنه یک شو بیارم بالا، فقط آقای شماره یک. بفرمایید. دیروز هم باید همین کارو میکردیم، اجماع شهر رو میذاشیم شماره یک تا تکلیف جنای بازی مشخص بشه. اما نمیدونم شما کجا بازی میکنیم. من تارگت صد بزنم میکشمش تو شب، اتهام صد بزنم میکشمش تو شب. شمایی که راجع به قتل شب صحبت کردی، شما میشی مافیا، مافیای دوم. آی بابک، توی دفاعی روز یک من سه تا رای بردم، یک رای دیگه میآوردم حذف میشدم از بازی. بعد من میشم مافیا، یا این آقایی که 9 تا رای آورد شد 2 تا رای. آی سینا شماره 9 داره پشت دستت بازی میکنه، حواست بهش باشه. خب مثلا چالش برای آقای بابک بعد صحبت‌های من. ببین شماره 2، شما داری قبول می‌کنی که شماره 4 دیشب کشته شبت بوده، چون بلند شدی داری به 5 توضیح میدی. آقای سینا من به شما واقعا تبریک میگم، شما یک حرفه‌ای هستی که روز یک منو گرفتی، ولی به غیر از من دو تا مافیا دیگه یه دونه دیگه معرفی کن با اشاره. آها باریکلا، آره جفتشون یارم. داری فقط تک تامی منو میکوبی. من میرم بیرون آقای سینا، ولی اگر خوند مافیا، شما هم میتونی مافیا باشی که داری منو میدی بیرون که شب اون کاری که دوست داری رو انجام بدی. الان خوبه دوستان؟ بفهم. این بازی همه شماره یکو دارن میزنن، اینقدر یعنی راحت بفروشن کسی رو؟ نه، کو شماره دو جز من کی اسمشونو میاره که اصرار دارن نگر دارن؟ شما دو رای آوردی، شماره 5 تهدید میکنی منو؟ بفهم. میریم سراغ رأی‌گیری. رأی‌گیری برای امید. علی، امیر، مسعود، بابک، سینا، شایان، محمد، رامین. خیلی خب دوستان، ببینید دیروز منو آوردید توی دفاعی با قدرت آقای سینا. آقای سینا قشنگ شهر رو گرفته دستش خیلی راحت. الان تک اتهامی فقط داره میگه شماره یک، فقط داره میگه شماره یک. واقعا این سناریو نیست. من نفر اول بازیم، اگر اتهام نمیزدم میگفتید آقا امید مافیا، اتهام نزد. من گفتم شماره 8، شماره 4، شماره 4 شد کشته شب، شماره 8 داره الان از من دفاع میکنه آقای سینا. شما شماره 8 رو نمیبینی؟ منو باز آوردی توی دفاعیه. من یه بارم سابقه دار شدم، میدونم شهر به حرف من گوش نمیده. متشکرم امید. رأی‌گیری مجدد برای امید. امید، کلام آخر. خیلی خب متشکرم دوستان. دو تا از رأی تأخیری داشتید دیگه آقای سینا، منو انداختی بیرون. درخواست اعلام وضعیت میگیرید، شما قسمتت مشخص میشه توی این شهر. شماره 8، شماره 3 رأی تأخیری به من دادن توی این بازی. موفق باشید. امید عزیز، ماسکت رو بزن و پشت صحنه همراه باش. خیلی خب، من مافیا سابه بازی بودم، سینا منو گرفت درست، ولی خب یه گره انداختیم توی شهر، شماره 8 و شماره 3 رو گره کردیم. شماره 2 من فکر میکنم زره پوشه بازی کنه، اونجوری با شجاعت بازی میکنه. امیدوارم تیمم برنده شه، دوست دارم که تیمم برنده شه. وایلا من شب میشه و شهر به خواب میره. گروه مافیا از خواب بیدار شن. 10 ثانیه فرصت مشورت. رئیس مافیا اعلام کنه. گروه مافیا بخوابن. کاراگاه. کارگاه بخوابه. تک تیر انداز. بخوابه. پزشک شهرمون دو حق انتخاب. پزشک بخوابه. بالا من روز میشه و شهر بیدار.
خداحافظی میکنیم با شماره 2. علی خسته نباشی. گفتم شبه خودم شک کردم تو بازی شک بیاد روان که من رو نکوچن که بتونم شهروند سیو بدم، یعنی سیو همجور نجات همجوری باشه که رو شهروند باشه، یعنی برای خودم نسوزونم که بزنم برای آخرهای بازی که بتونم خودم سیو بدم، ولی نشد دیگه. درخواست اعلام وضعیت رأی میاره. 3 نفر رو از دست دادیم، 1 مافیا، 2 شهروند. یک دور صحبت میکنیم با چالش 25 ثانیه از شماره 6 بابک به اون سمت. چالش؟ نه بفهم صحبت. آیا بابک شماره 2 چی شد؟ شماره 2 شما روش اصرار داشتی، تنها رأیی که شماره 2 برد از این خطه بود، چی شد؟ توضیح بدن. توضیح نمیدم برادر من، شما اینقدر آگاهی، من بر اساس آگاهیم بازی میکنم. برای من تمام رفتارهای ایشون رفتار مافیایی بود و الانم شماره 5 و شما رو دارم، الان سر صحبت از من چالش میگیری که چه اتفاقی بیفت بچرخ. خب ببین دوستا، من کاری که وقت واسه شهر انجام میدادم انجام دادم، به عنوان یه شهروند یه مافیا رو فرستادم بیرون. خب رسالتم الان به نظر من اینجا تموم. شکای امروز من آقای شماره 5 و آقای شماره 8. آقای شما هم مقاومت زیاد داشت، یعنی من 3 نفر الان برام مشکوکن، 5، 6 و 8. دوستان چالش بفرمایید. شما رسید. ممنونم. ببین سینا، فکر نکن بهت اعتماد دارم باید بازی میکنم، این نیست که شما داده باشی بیرون آقای یکو، که اوکی همه دادیم بیرون، من مصرتر از شما. اوکی امکانی یار فروشی هم هست، آقای سینا رو فعلا درم. شما چه چالشی گرفتی؟ سناریو تعریف کردی. امیر بله، از کجا اومدی؟ کجا زندگی میکنی؟ زبون مادری تو میشه اعلام کنی؟ فارسی هستش، من معذرت میخوام. میتونی به جای اوکی از یه کلمه دیگه استفاده کنی؟ بله بسیار من متشکرم. بفرمایید. خب ببینید دوستان، من آیه شماره 1 رو کاور کردم، حمایتش کردم، قبولم دارم، چون رفتار شماره 2 واسه من مافیایی تر بود، همینطور که آیه شماره 2 رو گفتم آیه سینا و این آقا رو هم گفتم. اگر قرار باشه الان وضعیتمون خوبه، اگر قرار باشه کسی از فدای شهر بشه، من فدای شهر میشم. آقای سینا چطوره؟ من امروز فدای شهر میشم تا ساید بقیه رو راحت تر در بیاد، مافیای بازی رو پیدا کنی. دیگر دوستان چالش مسعود صحبت. ببین آقای شماره 10، ببین شما وقتی سر صحبت میکنی چالش میگی که آقای شماره 6 رو بکوبی، برای من میشی مافیای بازی. من استقبال میکنم آقای سینا که زن باشم، ولی شماره 8 اصلا کسی هنوز راجعشون صحبت نکرد، شما خواهی فداش. اوکی من باز هم الان از شما دنده عقب میگیرم، اما شماره 10 که چالش گرفت از آقای شماره 6 که آقای 6 رو میکوبه، هم آقای 6 میتونه مافیا باشه هم شماره 10. متشکرم. دنده عقب میگیرم یعنی چی؟ امروز رای میدیم آقای شماره 8 میره بیرون، تناقض روز قبل بازیشو ندیدی؟ شما داشت میگفت سینا مافیاست، اونجا فکر کنم شماره 2 و 10 میکوبید، بعد سینا میگه 1 مافیاست، لایک نشون تایید نشون میده دیگه. چه جوری بگم ایشون فدایی نیست، چون مافیاست، امروز تشریف میبره اینجا، آروم اینجا میره بیرون. بفهم دوستان چالش. آقای شایان صحبت کن، من صحبت نگاه کن. آقای شماره 9، من وقتی میگم آقای شماره 1 آقای سینا میگه بره بیرون، برای چی تایید؟ چون بعدش میگه درخواست اعلام وضعیت میکنیم، شهر مشخص میشه یا مافیا. برای همین من من از بازی رفتم بیرون. حواستون به شماره 9 باشه، خیلی راحته بازیش، ترس نداری ما از کسی. بنا کن آی شماره 3، شما نیا به اسم خودت نزن، شما میتونستی دور اول رای بدی، فقط من آقای سینا رای دادی به آقای شماره 1. ایشون آقای شماره 2 3 تا رای آورد، ایشون و آقای سینا بازم، چون شکش بود. و این جالبه که شماره 5 منو ول کن، شماره 3 رو بچسبین، شماره 6 رو بچسبین. چالش برای آقای سینا، بعد من صحبت کن. ببین اینجا مشکوکه دیگه، شما آگاهی دو شب اول رای میدید، خب من شب دوم رای دادم،
تو از کجا ببین بوی یار فروشی میاد، من یه ذره این حسمه. آیه سینو پانش یار رسالت رو طرف بزنی پشت بازی میکردم، من رسالتم انجام دادم، خب دیگه یعنی به من کسی گیر نده بقیه کارمو انجام بدم، این منو اذیت میکنه. خب نمیتونه اینجوری باشه، شما چالش میگیری، سناریو داری، ببین این منو باز اذیت میکنه. آیه هشت شما هم که میگیم هدایی هم تو دفاعیه بیا ببینیم چی میشه. ببین دوستان شماره 6 هم شهرونده به نظر من، ببین یه نفر بود رأی نداد میتونه شهرش. ببین آقای شماره 6 آقای شماره 10 رأی 2 ندادن، ایشون رأی 1 نداد ولی رأی 2 داد. خب ما از بیرون کردن یه مافیا بعد یه مافیا در بیاریم، خب ایشون که الان خودش پذیرفت میگه من برم بیرون، خب بعد دونه دونه حسب گزینه کنیم. من پیشنهادم امروز آقای شماره 8 بفهمید. چالش دوستان بفهمید. ببینید دوستان به قد شماره 8 باید بره بیرون، به قد باید شماره اینجا دیگه از این کارو نداریم، شماره 8 که بلنشی بگی شما اگه شهری باید بجنگی. نه و شما چجوری از شماره 8 عقب گرفتی شماره 5؟ من ایشون به من یه دونه اتهام زد بلند شدم، من خودم گفتم شما چرا حرف منو تکرار میکنی؟ بعد بر اساس چه فلسفه‌ای از شماره 8 شما دند عقب گرفتید؟ نه دیگه اینجا نداریم، من اتفاقا شماره 8 و شماره 5 هم دارم. ببینید دوستان من، ببین شماره 8 میگه من آماده فدا شدنم، این یعنی چی؟ اونجایی که من بازی کردم یه مفهومی داره. اوکی ما امروز میریم شماره 8 میره بیرون، ولی بدا به حال شما که تا اسم شماره 8 میاد دارین صحبت میکنین. اوکی ببین آقای شماره 10 و آقای شماره 3 با هم تو چالشن، از بینشون یه مافیا در میاد، من با آقای شماره 6 مشکوکم، ولی امتیاز رفتم بیرون شماره 1 فقط برای آقای سیناست، چون ممارست به خرج داد که آقای شماره 1 بره بیرون، همراه کرد شهر رو. بچرخه دوستان بفهم بشین، نمیچرخه دیگه، میریم سراغ رأی گیری. رأی گیری برای امیر مسعود، بیستید لطفا. بابک، سینا، شایان، محمد، رامین. هر طور که راحتی، دست شهر برای من نمیاد بالا اگر رفتم بیرون آقای شماره 10 آقای شماره 3 یکیشون مافیاست. واضحه دوستان، نکنید این کارو، خواهش میکنم دوستان من، داره ضبط میشه ها. ببین آقای شماره 8 تو همراه شدم با شما رای دادم، ولی هنوزم که هنوز آقای شماره شهر رو مافیا ندارم. به چرته شایان؟ خب ببینید دوستان، من اومدم توی دفاع، ببینید دفاع میکنم اصلا ایرادی نداره، من فردا گره میشم، یعنی امروز اگر از بازی بیرون نرم فردا دوباره صحبت راجع به شماره 8. ببین من از بازی رفتم بیرون، آقای شماره 6 و آقای شماره 3 که آقای شماره 6 رأی نمیده دو مافیای بازی هستن. ببین من چی دارم میگم، آقای سینا فعلا شهر بازیه، شهرم دستشونه، بین آقای 6 و آقای شماره 3 آقای سینا یه تردیدی داشته باش ببین چه جوری میشه. دفاع من همین بود، اصلا مشکل نره، تاوان کار خودمو دارم میدم. شما به هم حق رأی ندارید. رأی گیری مجدد برای مسعود، شایان. شایان به سوابقت اضافه شد، بشین. مسعود کلام آخر. شماره 10 آقای شماره 6 ممنون ازت. متشکرم. ماسکتو بزن و پشت صحنه همراه باش مسعود عزیز. والا من شب میشه و شهر به خواب میره، گروه مافیا از خواب بیدار شن. ده ثانیه فرصت مشورت. گروه مافیا بخوابن. کاراگاه. بخوابه. تکتیر انداز. بخوابه. پزشک شهرمون. یک حق انتخاب. پزشک بخوابه. بالا من. روز میشه و شهر بیدار.
درخواست اعلام وضعیت رای میاره. چهار نفر از دست دادیم. دو مافیا، دو شهروند. درست. خوب. یک دور صحبت میکنیم با چالش. 25 ثانیه از شماره 10. دوستان چالش. آقای با چالش. من فقط با آقای بابک رای میدم. کسی رو ندارم برای مافیا. نفر بعد. چالش کسی نگرفت؟ سینه جان صحبت کن. آقای بابک تحت حمایت من کامل. هیچ جا نمیره. چطور شما امروز بری؟ به من باز دوباره میگم دو تا مافیا بیرون. خب من دوست دارم امروز آقای شماره 10 تو دفاع باشه، آقای شماره 3 که دیروز منو متهم میکنه به یارفروشی هم باز حرفاشو بشنوه. بفرمایید. سینا حالا من ترجیح میدم شماره 3 تو دفاع باشه. دیروز میگه چی میگه؟ میگه که احتمالاً یارفروشی شده راجع به شماره 1. خب 8 تا رأی آورده، قطعاً یارفروشی شده. فروختیش. دیروز پریروز شما شماره 1 رو فروختی. حالا شماره 3 بیاد. نه. بعدی. چالش واسه شماره 3 بفرمایید. ممنونم. نه اینکه تایزه مثلا منتظر بودم بزنم اتهام زدی. ببین شماره 9 تو مشکوکی. شماره 6 نمیدونه رأی. ببین اگه رأی نده میونه 9 نفر تابلو میشه دیگه. پس میتونه شر باشه. شما کره رو میشه بگی. بله، گیر شده ولی بگی. درست شد. ببین اینجوری نمیشه. این بلند شد گفت رسالتمو انجام دادم، گفتم امکان یار فروشی هم از فکر نکن که صدی. من که اتهام بهشون بزنم نه. شما نمیخوای متوجه شی. دوستان ببین. آیا شماره 9 من چی شدم؟ من مگه تاریخ الان هدفتون مگه من نبودم؟ الان رفتی رو آقای شماره 3. ببین از نظر من سه اول آقای شماره 9 بعدش میریم سراغ بقیه. امروز فقط آقای شماره 9 از بازی میره. بابک جان صحبت کن. ببینید دوستان شماره 9 من با شماره 10 کار ندارم. شما خیلی در سکوت و آهسته و چرا خاموش پشت سنگرا نداریم دیگه. نه نداریم. ببین من از هر جا بازم میگم من از اون انتهای بوشهر شما رو بهتون اتهام میزنم. رأیت من بودم نه؟ بفرمایید. خب ببین اگر پشت سر من شما نمی اومدی بگی شماره 3، من با شماره 3 میتونستم. ولی اینکه شما یهو ببین شما روز قبل پشت من قایم شدی، روز قبلش خب من ده ببین نکن ایشون برای من شهر، آقای شماره 3 شهروند، آقای شماره 8 شهروند، تا اینجا یعنی تا اطلاعاتی که دادایی که تا اینجا وارد شد، فقط امروز شماره 1 شماره 9 خدافظی میکنیم. اگر باز بازی ادامه داشت به گزینه‌های بعدی هم فکر خواهیم کرد. اجماع رسیدیم دیگه ان شاء الله. بفرمایید. مرسی. چالش نوبت ایشونه. بفرمایید. چالش معذرت. نه شماره 9 خدافظ بکر. بفرمایید. مرسی. ببین شماره 9 یه چالش بگی به خیلی دیگه داغون شه، یه چالش بگی صحبت کن. خب بعد من این نگاهت میکنم یه چالش بگیری نمیگیری میشه مگه به من اینقدر تمام میزدن تا الان 20 تا چالش گرفته بودم. نمیشه. ببین متوجه نمیخوای بشی. بعد اون مافیای سایه نشینی که گوشه وای میساد ببینه چه خبره، شما بودی. من هرستم گوریز دیدم مثلا لبتم گاز میگرفت. دمت گرم. بفرمایید. خب رفقا من احساس میکنم اگه به شماره 9 رای بدیم به امید خدا بازیمون تمومه، تونستیم یه بازی جذاب و خوب داشته باشیم. باز دوباره حرفمو تکرار میکنم، فقط شماره 9 بازی ادامه داشت گزینه های بعد. متشکرم. بفرمایید. میریم سراغ رایگیری. رایگیری برای امیر. بابک، سینا، شایان، محمد، رامین. ببین سینا تو بلند شدی گفتی شماره 10 شماره 3، ولی ترجیحت شماره 10. درسته؟ تا اینجاش درسته؟ من گفتم سینا ترجیح من شماره 3 به خاطر یارفروشی که روز 1 شماره 1 زده بود. وضعیت شهر سفید هیچ نگرانی ندارم. وضعیت شهر خیلی سفید. تو مافیا رفته بیرون، مذاکره هم که نداشتیم خدا رو شکر. منم برم بیرون اتفاقی نمیفته. شماره 10 و 3 رو داشته باش بعد من. بیستید لطفاً. رأی گیری مجدد برای محمد. محمد قانع نشدن. کلام آخر. کلام آخر که گفتم دیگه سینه جان، وضعیت شهر سفیده. 3-5 نفر شماره 3 و 10 رو داشته باش. قطعا از بین اینا یار سومشون در میره. محمد عزیز اذیتمون نکن، اذیتمون نکن.
شهر پیروز شد. ببین من کاری نکردم. این وقتی شهر حرف رو متوجه بشه، متوجه بشه که چه اتفاقی داره میفته، شهر همراه بشه، قطعا میبره. ببین شماره یک ما مافیای ساده ما عیان شده بود دیگه. خب دیگه معلوم بود میخواست بره بیرون. منم بهش رأی دادم که کنار شهر خودم رو قایم کنم. هر وقت شهروند تیم تشکیل بده مثل مافیا تیم باشن، راحت مافیا رو یکی یکی میتونه بنزن بیرون. مثل امروز گفتیم سینا شهرونده، شماره 10 شهرونده، خودم شهروند اعلام کردم، تیم شدیم یکی یکی مافیا رو انداختیم بیرون. بقیه شهروندم تو روزهای بعد همین کارو کردن. درخشان ترین نکته بازی امشب و من تو بازی شماره 7 میبینم که همه چیزو با هم، داده ها رو با هم نمی آورد، تفکیک میکرد، روز به روز تقسیم بندی میکرد و سعی میکرد که قدم به قدم جلو بره. سه بار من این حرفو ازش شنیدم. تو یه روز که نمیتونی سه نفر رو از بازی خارج کنیم، باید برای یک نفر تصمیم بگیریم، برای این آدم تصمیم میگیریم. یه جایی استعلام غلط داشت، از استعلام غلطش به زیبایی استفاده کرد. گفت من دینمو به شهرم ادا کردم، امروز نکته جدیدی ندارم اضافه کنم. ما گاهن کاراگاه داشتیم، یه دونه استعلام مثبت گرفته از بازی خارج کردیم، منفی گرفته منفی ها رو خارج کرده. این خودش میتونست کلاس آموزشی برای نقش کاراگاه باشه که اگه استعلام منفی گرفتین شهر فکر کنه شما کاراگاهین، الزامی ندارین یکی رو بیرون کنین. یه نکته خیلی مهمی، کل هنر این بازی روی تعریف دندقب داخل بازی بود، یا ما بین خودمون این ذهن پویا که در لحظه شماره 6 با اینکه حس کرد 8 داره نقشش رو میدزده، ولی وقتی حرفا رو شنید، یعنی تا آخرین لحظه سعی کرد به دقت گوش کنه، بعد شروع کرد دندقب گرفت دونه دونه مافیا، یعنی کامل از این خطی که داشت میرفت برگشت رو این خط. این هنر یک بازیکن مافیا و هنر یک بازیکن شهروند که در لحظه بتونه خطها و جریانها رو تشخیص بده و بره سراغ جریان درست. عموما خیلی دندقب ندارن یا دندقب رو برای شهروندها درست نمیدن. این به نظر من مهمترین نکته این بازی بود. بازی قشنگی بود فکر میکنم. حالا همونجوری که ما هم ازش لذت بردیم، مخاطب هم دوست داشته باشه، مردم دوست داشته باشن. دقیقاً یه نکته‌ای که خیلی موافقم اینه که بیشتر از اینکه این بازی آدم ببینه و لذت ببره، یه خیلی قشنگ مثل کلاس آموزشی بود. یعنی نکته‌هایی بود که شاید خود منم از تو همین بازی یه سری چیزای جدید یاد گرفتم. البته جای پارسا خالی باشه که چیزای جدید یاد می‌گرفت معمولاً، ولی یه نکته‌ای که می‌خواستم بگم، آها، ببین اتحاد شهر که یک لحظه همه میان. این دقیقاً اون جمله‌ای بود که شماره 7 بازی گفت، گفت یک جای شهر باید اعتماد کنه. یعنی اعتماد کنن ببینن نتیجه میگیرن یا نه. اعتماد نتیجه داد و شهر تونست اون حلقه خودش رو پیدا کنه و دونه دونه زنجیرهای این حلقه به هم وصل شدن. اون موقع بود که دیگه مافیا خود به خود قدرتی پیدا نمیکرد. نکته مهمتر از اون زمانی که دقیقاً اون نکته‌ای که نویدم گفتم، می‌خواستم بگم شماره 7 بازی قدم به قدم کاملا پیش رفت و خودش هم گفت وقتی این اتفاق میفته دیگه مافیا قدرت هم زدن بازی رو که بعد از یک مافیا یک شهروند بیاره بالا نداره، مثل دقیقا اتفاقی که در روز اول افتاد. روزهای دیگه اجازه همچین کاری رو ندادن. در کل بازی خوبی بود، امیدوارم شما هم دوست داشته باشید. یه قشنگی که این بازی داشت این بودش که ذهن‌های این بازیکنان تک‌بعدی نبود، یعنی همه چی میتونستن تحلیل کنن، کنار همدیگه بذارن و به موقعش حتی اگه کم هم که شده به همدیگه اعتمادی بکنن. نه حالا اوکی با اینکه اشتباه کردی، ولی حالا بیا مثلا با همدیگه بازی کنیم، به این شیرین رای بدیم و دونه دونه برای هر بازیکن، برای هر کدوم از مافیا استدلال جمع کنن، رای بدن، دفاعیه رو گوش بدن و بین، حالا اگه بین دو نفر شهروند مافیا باشه تحلیل میکنن، گوش میدن و در نهایت بهش رای میدن. صحبتی هم که نوید جان گفت خیلی درست بودش. کاراگاهی که استعلام منفی میگیره لزوماً دیگه لازم نیست شکهای دیگه شو، زمانی که استعلام مثبت نگرفته رو مثل بقیه شکاش که استعلام مثبت گرفته بیرون کنه از بازی. یعنی وقتی صد مطمئن نشده لازم نیست که بیرون کنه و شهر رو به گمراهی بکشه. در نتیجه در نهایت بازی خوبی بود و ما که لذت بکردیم، شما رو لذت بکردیم. شاهد برد بسیار زیبای شهر بودیم. خود باوری یکی از
اعضای کلیدی شهر از همون روز اول باعث شد بقیه شهروندان مسیر درستی رو پیش بگیرن و در نهایت باعث پیروزی شهرمون بشن. بدرود.